متقاعد ساختن ایران با مذاکرات برای محدود کردن برنامه هسته‌ای آن کشور یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی اداره اوباما پنداشته می شود. فرصتی که به گفته رئیس جمهور اوباما نشان دهنده قوت عزم بین المللی می باشد. احتمال قوی موجود است که ما موفق نخواهیم شد. بنان از هر وسیله ممکن برای مانع شدن ایران از دسترسی به اسلحه ذروی استفاده خواهیم کرد. ولی برای اولین بار در یک دهه یک چانس واقعی را برای رسیدن به یک توافق همه جانبه داریم. توافقی که نسبت به هر راه حل دیگری که توسط استفاده از زور به آن دست خواهیم یافت، مؤثرتر و دوامدارتر خواهد بود. مذاکرات در ویانا پیشرفت‌هایی داشته است، ولی تا هنوز در مورد رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران در بدل کاهش تدریجی برنامه هسته‌ای آن کشور توافق صورت نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید عجله ندارد. اگر حسن نیت باشه در طرف پنجه به اضافه یک و کوشش کافی انجام بگیره و آدم‌هایی که پشت پرده یا برخی از کشورهایی که پشت پرده میخوان مشکلاتی را ایجاد کنن ناموفق باشن، زمان به نظر من کافی هست برای اینکه ما بتونیم در این زمان به توافق برسیم. اما حالا بر فرض اگر هم در این زمان به توافق نرسیدیم، ما به هر حال میتونیم همین توافق 6 ماهه را 6 ماه دیگر تمدید بکنیم. تمدید مذاکرات ممکن برای رئیس جمهور اوباما مشکل آفرین باشد، از آنجایی که مخالفین سیاسی او در صدد وضع تعزیرات بیشتر علیه ایران است. هیلری منلیورد از امریکن یونیورسیتی میگوید ایرانیان میخواهند برای جلب سرمایه‌گذاری های خارجی در بخش نفت و گاز روی پلان های طویل مدت کار کنند و هر کدام اینها پروژه های هستند که حداقل 10 سال را در بر میگیرد. بنابراین نمیتواند آن را با تضمین هایی که هر 6 ماه بعد صورت میگیرد انجام دهد. موضوع برنامه هسته ای ایران ممکن در صورت ادامه مذاکرات در ایام تعطیل کمتر سیاسی باشد. ادم ارلی سفیر سابق آمریکا میگوید سیاست هایی که اوباما را با محدودیت مواجه می سازد در مقایسه با سیاست هایی که مذاکره کننده ایران را با محدودیت مواجه می سازد کمتر مشکل راه پنداشته می شود. ارلی می گوید بیشتر ایرانیان از رئیس جمهور روحانی می خواهند که تعزیرات را رفع کند و اقتصاد را بهبود بخشد. مذاکره کننده هسته‌ای تهران از سوی عناصر تندرو، آنهایی که میخواهند تهدید اسلحه ذروی ایران را حفظ کنند، زیر فشار قرار دارد. اگر مذاکره کنندگان ایرانی به توافق دست نیابند و یا هم از دست دادن چیزهای زیادی را برای رقبای سیاسی پیشنهاد میکنند، خود را نیز با مشکلات مواجه میسازند. بنابراین مشکلات هزار دو طرف موجود است. در جریان مذاکرات اداره اوباما باید با اسرائیل اطمینان دهد که واشنگتن به تهران اجازه نخواهد داد که اسلحه هسته‌ای را انکشاف دهد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.